سلام میکنم به همه عزیزان. امیدوارم که خوب و خوش باشید و امیدوارم که یه روز خیلی خیلی خوب و پر انرژی داشتین تا حالا. من دوباره امروز اومدم اینجا که یکی دیگه از سوالهای رایجی رو که از من میشه رو جواب بدم. سلام عزیزم، مرسی که جوین کردین، متشکرم. و یکی از سوالایی که خیلی تو این بیزنس ازمون میشه و اینم این هستش که ما راحت نیستیم با وارد شدن به سوشال میدیا و چه راهی برای این وجود داره. این که مثلا یه نفر دوست نداره در مورد خودش تو سوشال میدیا زیاد صحبت کنه یا عکس بذاره از خودش، از خانوادهش. سلام حبیب جان، سلام میکنم به همه عزیزانی که دارین جوین میشین، مرسی، ممنون. من الان هم از توی فیسبوک بیزنس پیجم در واقع لایف هستم، هم از توی اینستاگرامم و خیلی ممنونم از همه شما عزیزانی که دارید جوین میشید. امیدوارم که اطلاعاتی که اینجا میدم مورد پسندتون قرار بگیره و همینجورم بتونه بهتون کمک کنه برای تصمیم گیریتون. من سلام مرسی که جوین میکنید. من اول برای کسایی که شاید دفعه اوله که دارن منو اینجا میبینن توی سوشال میدیا یه کوچیک میگم، اگه برای بعضی تکراری هستش معذرت میخوام، ولی یه کوچیک دارم باید بگم که من مرسی عزیزم، متشکرم، ممنونم فیروز جان، شما هم موفق باشید. که من الان تقریبا 17 سالی که توی کانادا زندگی میکنم به همراه خانوادم و در واقع حدود 10-12 سالی که کار بیمه انجام میدم، همچنان هم کار میکنم فول تایم و الان حدود یک سال هستش که وارد یک بیزنس بازاریابی آنلاین شدم و در واقع توی سوشال میدیا اطلاع رسانی میکنم و تبلیغات انجام میدم و کمک میکنم به کسایی که وارد این بیزنس میشن، در واقع یه منتور هستم، کمک میکنم به کسایی که وارد این بیزنس میشن که بتونن در واقع این بیزنس رو راه بندازن و از ترینینگش، از کوچش، از من کمک بگیرن، استفاده کنن و بتونن موفق باشن. سوالی که این بیزنس چی هستش و دیتیلش و اینجور چیزها رو من توی دو سه جلسه پیش توضیح دادم و اگه دفعه اوله که دارید ویدیو منو میبینید حتما بهتون پیشنهاد میدم هم توی اینستاگرام هم توی فیسبوک هم میتونید برید ویدیو قبلی رو ببینید و اونجا در مورد که این بیزنس دقیقا چی هستش بیشتر توضیح دادم. ولی امروز میخوام در مورد این صحبت کنم که خیلی از عزیزان میگن که ما خیلی دوست داریم که در واقع یه بیزنس آنلاین داشته باشیم به خاطر تمام فوایدی که داره، ولی راحت نیستیم که بخوایم در واقع بیایم توی سوشال میدیا خودمون رو نشون بدیم یا از خانوادهمون عکس بذاریم یا مثلا در مورد زندگیمون صحبت بکنیم، زندگی شخصیمون صحبت بکنیم. خب جوابی که در واقع میرم سراغ جوابش مستقیم، جوابی که براتون دارم این هستش که خیلی ها این، یعنی در واقع یه کامنه، فکر نکنید که فقط شما هستین. من خودم هم اگه یک سال پیش برید فیسبوک و اینستاگرام هم ببینید متوجه میشید که من اصلا هیچ پستی نمیذاشتم و حتی همسرم که بیشتر توی سوشال میدیا فعال بود همیشه بهش بگفتم پست از ما نذار، مثلا پست از پسرم نذار. خب به هر حال راحت نبودم و الان اینی که شروع کردم به این دلیل بودش که اولا که یه دلیل خیلی محکمی داشتم که میخواستم از دنیای آنلاین استفاده کنم و به خاطر این از اون در واقع به خاطر هدفم از اون حالت ترس و از اون حالت این که نمیدونم از ندونسته ها رو گذاشتم کنار و گفتم باید وارد بشم تا یاد بگیرم. ولی چیزی که میخوام بهتون بگم این هستش که توی این بیزنس همونجوری که گفتم ترینینگ های خیلی عالی داره و این ترینینگ ها فقط در مورد بازاریابی و یاد گرفتن بازاریابی سوشال میدیا صحبت نمیکنه. از در واقع شروع این بیزنس ترینینگ ها وقتی شروع میکنید در مورد این صحبت میکنه که شما اصلا چجوری باید طرز فکرتون رو ترین کنید که بتونید یه بیزنس اونر باشید و بتونید یه سری از ترس ها و یه سری از محدودیت هایی که تا حالا برای خودتون ایجاد کردین رو کنار بذارید. ولی حالا بازم برمیگردیم میگیم که یه عده هنوزم میترسن، هنوزم دوست ندارن اصلا در مورد در واقع زندگیشون صحبت کنن، دوست ندارن لایو بیان، دوست ندارن عکس زیاد از خودشون بذارن و این کاملا انتخاب شماست. دنیای آنلاین خیلی خیلی پیشرفته است و آپشناش خیلی زیاده. یعنی این نیستش که اگه من مهسا میام اینجا لایف میذارم یا اگه مثلا فلان کسک میاد در مورد خانوادهش صحبت میکنه یا فلان خانم یا فلان آقا، شما هم حتما باید همونو فالو بکنید. ما خیلی از عزیزانی داریم تو این بیزنس که میان و به روش های دیگه ای تبلیغات میکنن.
یعنی چی؟ یعنی اطلاع رسانی میکنن در مورد چیزایی که خودشون علاقه دارن. مثلا داریم عزیزانی اینجا خیلی از بک‌گراند های مختلف داریم، انجینیر داریم، دکتر داریم، نمیدونم مهندس برق داریم، مهندس شیمی داریم، خلاصه خیلی از بک‌گراند های مختلف داریم و یه سریاشون فقط میان اطلاعاتی رو که دارن در واقع به صورت پست های مختلف میفرستن و حتی عکس خودشون هم نمیفرستن و از سیستم دیگه تبلیغاتی استفاده میکنن. حالا سیستم دیگه تبلیغاتی ما چیه؟ به غیر از این در واقع لایف هایی که من میذارم، یک سری تبلیغات هایی ما انجام میدیم که در واقع یک هزینه ای باید براش پرداخت بکنیم. یعنی مثلا فیسبوک با یک ترینینگ خیلی کاملی به ما نشون میدن توی همین ترینینگ که داریم که در توی فیسبوک چجوری تبلیغات انجام بدیم و اون تبلیغات هم میتونه باز مثلا فقط یه عکس ازمون باشه، لازم نیست حتما خیلی مثلا در مورد خودمون و زندگیمون بخوایم توش صحبت بکنیم، ولی به صرف در مورد این بیزنس صحبت بکنیم. یعنی روش های مختلفی داره که شما بتونید تبلیغاتتون رو انجام بدید بدون اینکه بخواید مرتب لایف بیان یا بدون اینکه بخواید مثلا عکس از خودشون و خودتون و خانوادهتون بذارید. این جواب در واقع سوال کسانی هستش که با سوشال میدیا یه ذره راحت نیستن. یک قسمت دیگه در واقع این سوال برمیگرده به این که یعنی در واقع خیلی ها این مشکل رو دارن و این در واقع طرز فکر رو دارن، نه مشکل، در واقع این طرز فکر رو دارن که سوشال میدیا جای امنی نیستش برای این که بخوان بیان و حتی خودشون رو نشون بدن یا حتی صحبت کنن در مورد چیزی توش. الان تقریبا کسایی که از سوشال میدیا استفاده میکنن، اگه یه سرچ کوچیک بکنید، دو بیلیون آدم در توی سوشال میدیا هستن. حالا نه حتما بیزنس، ولی تو سوشال میدیا در واقع پرزنت هستن، یعنی فیسبوک دارن، اینستاگرام دارن، دوتاشو دارن، سه تا چهار تا دارن، یعنی در واقع اون اکسپوژر وجود داره. یعنی که اگه کسی بخواد مواظب در واقع پسورداش نباشه، مواظب اتنتیکیشن های درست روی اکاونت هاش گذاشتن نباشه و اینکه به هر شکلی بخواد مثلا خودشو پرزنت کنه توی سوشال میدیا، این اتفاق ممکنه بیفته که مثلا کسی بیاد اکاونتش رو هک کنه یا فیسبوک مثلا پیجش رو ببنده. این فقط این نیست که شما اگه بیزنس شروع کنید این اتفاق میفته، ولی توی این بیزنس و توی ترینینگ های ما کاملا توضیح میدن که شما چجوری میتونید اکاونت های مختلفتون رو پروتکت کنید، چجوری باید اتنتیکیشن کوشن های مختلف رو جواب بدین برای هر اکاونتی و اینکه چجوری میتونید در واقع درصد ورود آدمایی رو که نمیخواین خیلی پایین بیارید به پیجاتون و اینکه مثلا اگه کسی هم وارد شد دوست نداشتین چجوری ریپورتش کنین، چجوری بلاکش کنین و کلا خیلی اطلاعات زیادی هست. یعنی اینکه من فکر میکنم این سوال برمیگرده به اینکه شاید ما خیلی راحت نیستیم که اصلا خودمون رو در سوشال میدیا جلوی کسانی که ما رو میشناسن نشون بدیم. من خودم یکی از مشکلات بزرگم این بودش که توی خانواده، توی دوست، این بودن در سوشال میدیا مرسوم نبود و خیلی از افراد دور و برم، چون همیشه خب میگم زندگی کارمندی داشتم، کسایی که دور و برم هم بودن با استایل زندگی من خیلی شبیه بودن و احساس میکردم که منو به عنوان کسی که بخوام برم توی سوشال میدیا حرف بزنم یا توی سوشال میدیا پرزنت باشم قبول نخواهند کرد و یکی از دلایل ترس منم همین بودش. فکر کنم یکی از دلایل خیلی از عزیزانی که دوست ندارن وارد سوشال میدیا باشن این هستش که ترس از این که بقیه در موردشون چی فکر میکنن، دوست و آشنا چی فکر میکنن. من نمیخوام بیشتر از این طولانیش کنم و شما رو خسته کنم، فقط میخوام یک مطلب رو بگم، اونم اینه که اگر یک دلیل خیلی قوی دارید و اگر یک چرای خیلی قوی دارید که بخواین از محیط سوشال میدیا استفاده بکنید، بیزنس خودتون رو داشته باشید، این ترس ها و این سوال ها براش همه جواب وجود داره، براش همه راه وجود داره. فقط باید بیاین خودتون تحقیق کنید، وارد مراحل مختلفش بشید و منم اینجا هستم که سوالاتون رو جواب بدم و خیلی خوشحال میشم که بهتون کمک کنم. منو میتونید توی فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و یوتیوب همه جا پیدا کنید. لینک های مختلفم توی این صفحه ها میذارم. اگه دوست داشتید حتما میتونید ایمیل و اسمتون رو برای من بفرستید. من مرحله اولو که یک وب نگاه کردن یک وبینار در واقع بدون چارج هستش براتون میفرستم، اون وبینار رو میبینید. و یه چیز دیگه میخواستم بهتون بگم، آخرین مطلب، ما به زودی داریم یک
یک در واقع فیسبوک وی آی پی درست میکنیم برای عزیزانی که واقعا جدی هستن ولی هنوز یک سری شک و شبه های نسبت به این بیزنس دارن. قبل از این که وارد دوره 30 روزه آزمایشی بشن، البته ما انتخاب میکنیم که چه کسانی باشن، چون واقعا کسانی باید باشن که جدی باشن و واقعا دنبال پیدا کردن یک سری جواب ها هستن تا شروع بکنن. ما اون عزیزان رو دعوت میکنیم به اون فیسبوک وی آی پی مون که اونجا میتونن اطلاعات خیلی خیلی بیشتری رو بگیرن قبل از اینکه وارد دوره آزمایشی بشن و قبل از اینکه هزینه ای رو به عنوان برای گرفتن بیزنس پلان که در 149 دلار آمریکایی در واقع هستش و ما همه میدونیم که اون 149 دلار ریفاندبل هستش و همه این موضوع ها، اگه دوست نداشتین یعنی در واقع اون 30 روز آزمایشی رو بگذرونید تمومش کنید، اون 149 دلار بهتون برمیگرده. ولی این گروه وی آی پی رو ما داریم درست میکنیم برای کسانی که دوست دارن اطلاعات بیشتر بگیرن و دوست دارن که بقیه کسانی که تو این بیزنس هستن موفقیتشون رو ببینن، حتی درآمدشون رو ببینن و خیلی چیزای جالب دیگه. اگه دوست دارید اسم و ایمیلتون رو برای من میتونید مسیج کنید یا میتونید مستقیم وارد وبینار بشید. اول این مرحله دیدن وبینار ما هستش، وبینار 90 دقیقه را حتما باید ببینید. منو میتونید توی فیسبوک و توی اینستاگرام فالو کنید و من براتون اطلاعات رو میفرستم و بعد هم اگه دوست داشتید وارد اون گروه وی آی پی میکنمتون که خیلی خیلی اطلاعات به دیتیل بیشتری رو میتونید بگیرید. امیدوارم که همتون شب و روز خیلی خوبی داشته باشید. مرسی از همه شما عزیزان که جوین کردید، واقعا از اینکه شماها رو دارم و از اینکه توجه میکنید خیلی خوشحال هستم و امیدوارم که بتونم واقعا کمکتون کنم که وارد یه مرحله جدیدی از طرز تفکر و یه مرحله جدیدی از زندگی بشین، چون من خودم وارد شدم و واقعا دارم ازش لذت میبرم. شب و روز خیلی خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.